مولوی میگه عشق آموخت مرا طرز دیگر خندیدن. میشه یه جور دیگه خندید، میشه یه جور دیگه دید، فهمید، داوری کرد. بنابراین همیشه یک شکل وجود نداره. وقتی آدم عاشق باشه و استغراق داشته باشه در هستی و جهان، این آدم میتونه یک جور دیگه ببینه. بنابراین امور دنیا رو دو جور میشه دید، اول به صورت جدی و بعد به صورت شوخی. یعنی اول قوانین به صورت جدی مطرح میکنن، بعد این قوانین ایرادهی پیدا میکنه، یه دی شروع میکنن به مسخره کردن این قانون و جدی بودن این، بعد کم کم لغو میشه تا اینکه قانون دیگه بیا جایگزینش بشه. علم ابطال پذیر، قانون ابطال، هر چیزی در این دنیا ابطال پذیر، هیچ چیزی مقدس و ثابت نیست، همه چیز در معرض تغییر و تکامله. بنابراین طنز میاد پایه های جدی بودن رفتارهای انسانی، باورهای انسانی و شرایط پیرامونی رو متزلزل میکنه، تردید درش به وجود میاره و میگه یه جوری دیگه نگاه کنید، یه جوری دیگه ببینید، اونچه که شما میبینید ممکنه درست نباشه. برای این تعریف طنز به نظر من هست که، البته این تعریف من بعد از زیر رو کردن انواع اقسام کتاب هایی که به طنز پرداخته بودن، مثلا تو فرهنگ ایرانی، ممکن این تعریف در توی فرهنگ اروپایی کاملا یه تعریف دیگه داشته باشه، متفاوت باشه با این. تعریفی که من میدم بیشترش مبتنی بر فرهنگ خودمان هست و حاصل بررسی هست که من تو این فرهنگ کردم. اینی که حالا فوکو چی میگه یا مثلا دلیدار چی میگه، اینا اونا هم حرفای خیلی مهم میدن برای خودشان احتمالاً و برای ما مفید دانستنش، اما اینکه ما تابع اونا باشیم چنین چیزی اصلا وجود نداره. من فکر کنم تو زمینه ادبیات ما اونقدر مطلب گفته شده راجع به جزئیات آفرینش آثار که تقریبا همین رو ما بدانیم خیلی مفیده. طنز نقد اجتماعی خردورزانه تردید برانگیز با لحن شوخیانه که زمینش موقعیت انسان و جهانه. یعنی اولا نقد شخصی نیست، اجتماعیه، بعد تردید برانگیز، لحن شوخی داره و در نهایت به یک فرد، یک موضوع، یک کشور اینا و یه رسانه محدود نمیشه، بلکه موقعیت انسان و جهان رو مورد زمینه کارش است، مورد بحث قرار میده. این حاصل تأملات فراوان من بوده از سال 46 تا حالا. همینطوری من برای تعریف طنز فکر کردم و بارها این تعریف تغییر پیدا کرده، ولی این تقریبا تعریفی است که بر اثر خواندن آثار شعری و نثری کل تاریخ ادبیات خودمان بوده و به این نتیجه رسیدم که بزرگان ادب ما طنز به این شکلی دارن. البته اون موقع هزل میگفتن به جای طنز. طنز اون موقع معناش این نبوده که الان است. طنز به معنای مسخره کردن بوده، ولی بیشتر هزل میگفتن و حالا مولوی میگه هزل تعلیمی، یعنی یک هزلی که دانش و آگاهی میده به دیگران. از قرن سوم تا قرن ششم ما طنز نداریم توی ادبیات نظم و نثرمان، بلکه هجو داریم. آدم‌ها یه عیبی رو از یه فردی میگیرن یا از یه گروهی میگیرن، مثل بخل و حرص و طمع و حماقت و اینا، و بعد راجع به اینا مذموم میسازن. شعرا به جان هم دیگه میفتن و این در واقع یک بخش از هنر شعری بوده، چون هنر شعری چند چیز داشته، یکیش مت بوده، در بابش قطع بوده، قطع به معنی بدگویی. بنابراین طنز توی این بیشتر به صورت حجو این قطع عمل میکنه که
استادش دیگه سوزنی سمرقندی است که پدر همه در آورده، یا انوری یا کسان دیگه. کسان انوری اومده مخالفینش حرف کرده، بعد موافقینش حرف کرده، بعد زن بچه‌ش حرف کرده، بعد پادشاه حرف کرده، بعد دیگه هوسر سر رفته به طبیعت حرف کرده، بعد هستی حرف کرده، اصلا ولکن نبوده. بعد دلخور بوده دیگه. بعد از زولکی شروع میشه این چیزی که من تو تاریخ طنز ادبی آوردم. بعد قرن ششم که صنایع میاد، صنایع هم ادامه دهنده این هجو و هزلیات هست. بعد از یک جایی به بعد که این به عنوان یک شاعر بزرگی که مبدع غزل سرایی هست در واقع، حالا زولکی هم غزل از زولکی شروع، ولی این دیگه سامان میده به غزل عاشقانه و غزل عرفانی، و بعد عرفان از نثر میاره توی شعر، کارهای مهمی میکنه. یکی از کارهایی هم که میکنه از هجو به طرف اون چیزی که ما امروز میگیم طنز رو میاره، یعنی نقد اجتماعی دوران خودش. و در این تغییر موقعیتی که از هجو و بدگویی آدمها میرسه به انتقاد اجتماعی دوران خودش، اونقدر این دقیق و درست عمل کرده که در واقع جغرافیای طنزی که صنایع مطرح کرده هیچ کم و کسری نداره. یعنی نقد خود، نقد خانواده، نقد دیگران، نقد جامعه و دوران، نقد قدرت و نقد آفرینش، یعنی تمام اینها رو به یه نحوی توی کاراش مطرح کرده، به نحوی که هیچ هنرمندی نتوانسته بعدها اون جغرافیا رو گسترش بده، ولی توانست عمق ببخشه به اون جغرافیا. مثلا عبید زاکانی عمق بخشیده، ده خدا عمق بخشیده، حافظ و سعدی، بیشتر سعدی عمق بخشیده، ولی خود اون مفاهیم و مضامین در درجه اول صنایع مطرح کرده با کمال قدرت و حرفای زده که من مدت‌ها در ایالات متحده آمریکا ایالت به ایالت می‌رفتم و راجع به صنایع و طنزهای صنایع صحبت می‌کردم، گاهی واقعاً در اون محیطی که نسبتاً آزاد بود نمی‌دونستم شعرای اینو بخونم، برای اینکه اینقدر این شعرا نقد تندی از راجع به قضايا. و البته بعد از صنایع عطار میاد، بعد یکی از کارهایی که صنایع کرده قدرت بخشیدن به تمثیله. خب تمثیل در قدیم بوده، ولی این حالا بعدم راجبش صحبت میکنیم. به هر حال غزل عرفانی، بعد انتقال عرفان از نثر به شعر که گسترش پیدا کنه، کنار کشیدن از دربار و رو آوردن به مردم در خانقاه کار اساسیش و مردمی کردن شعر، و بعد زبان ساده و طنزآمیز برای اینکه مردم تحت تاثیر قرار بده. بعدها عطار همین الگوی ادامه میده تو الهی نامه، تو شعرهای دیگرش، و بعد از عطار مولوی و سعدی و حافظ اینه روش میدن، و عبید در واقع در یک نقطه اوجی این قضیه رو نگه میداره. بعد یه دفعه دوران فطرتی پیدا میشه که دیگه ما سالها اون طنز درخشان قدما رو نداریم تا دوره دهخدا و اینا، هدایت و این گزن دیگه. به هر حال ماجرا این است که آغاز کننده طنز ادبی ایران صنایع هست، و اون همین چیزی که این تعریف که من کردم اینه بهش عمل کرده، یعنی نقد اجتماعی خردورزانه است با لحن شوخی و راجع به موقعیت بشری، و اینه این جدا میشه از فکاهیات که باعث خنده است، از هجو که بدگویی از دیگران، از استهزا و تمسخر و لاغ به قول قدما که یا خنده انگیزی و دلغکی و شلوغ بازی و مزاح و این قضیه. اینا چیزای بدی نیست، اینا کارکردهای اجتماعی داره و در حد خودش خوبه، فکاهیات در حد خودش خوبه، ولی نقد اجتماعی طنزآمیز یه مسئله دیگه است که به ریشه ها میپردازه و به مسائل اساسی.
اما داستان‌های طنزآمیز من در واقع از یادداشت‌های طنزآمیز شروع شده. من داشتم در قزوین نشسته بودم و یه شعری میگفتم، بعد دیدم اینا شعر نیست، دیدم مثل کلمات قصاره، بعد دیدم خیلی جنبه انتقادی و فلسفی داره، که بعدها البته دیدم که خب این در کارهای عبید زاکانی ریشه داره. اینا رو من براشم آوردم و حتی متوجه نبودم که اینا شروع چه کاری هست، برای که اون موقع اصلا چنین چیزی مرسوم نبود. حالا تو غرب مثلا آدم مثل سیسرون اینا این کاری کرده بودن، ولی اینجا مطرح نبود. من این آوردم توی بجلی جهان نو که اون موقع همکاری میکردیم باشان چاپ کردن، بعدها اینه بردم خوشه پیش شاملو تو سال 46 و شاملو کاری که کرد اینا رو دستکاری کرد و درستش کرد و با یه ویراستاری زیبا اینا رو چاپ کرد. شاملو عادت داشت که هر داستان، شعر یا هر مطلعی مقاله به دست میرسید یه بار دیگه خوش مینوشت. یعنی اصلا فکر میکرد که اینا زبان رو نمیفهمند چیه. زبان رو بعد اینجوری به کار برد و این واقعا درست بود. خیلی حساسیت داشت نسبت به زبان و بیان درست و این بود که بیشتر وقتش هم وقتی کتاب جمعه چاپ میکرد، کتاب هفته چاپ میکرد ببخشید، صرف بازنویسی کار دیگران میشد و من که به شخصه مدیون این ویراستاری دقیق هستم، برای اینکه کار خیلی بهتر از اون چیزی که من نوشته بودم عرضه میکرد. اینا توی این حوالی سال 46 چاپ شد. بعد من یه سالها بعد سال 49 مثلا اینا من چاپ کردم، جایی هم چاپ نمیکرد، بردم دادم به فرانکلین. اونجا خانم مهشید امیرشاهی خواند، گفت این خیلی خوبه، گذاشت جز کارهایی که باید چاپ بشه. بعد حالا یه عده گفتن نه ما کاری ایرانی چاپ نمی کنیم. به هر حال تا یه روزی توی بار بربر نشسته بودیم، من گفتم آخه این چطوریه که اصلا آدم یه کاری میکنه و ناشران اینجور بدقلقی میکنن. یه آقای پیدا شد گفت من ناشرم و این کتاب چاپ کنم و برای چاپ کرد. آدمی بود که ناشر حرفه‌ای نبود، ناشری بود که چند تا کتاب چاپ کرد، از من چاپ کرد و از دولت آبادی چاپ کرد، بعد دیگه جمع کرد این کار. حالا اسمش خدمتتون میگم. به هر حال بعد از این من سال بعدش داستان‌های طنزآمیز نوشتم. این فقط در یک یا دو ساعت یا در یک داستان خیلی داستانکی یه مضمون طنزآمیز مطرح میشد. بیشتر هدف توجه دادن، خنداندن و به فکر واداشتن بود. این هدف این نوع نوشتار کوتاه طنزآمیز. بعد فکر کردم که خب این میتونم تبدیل به داستان‌های طنزآمیز بکنیم، یکی بلندتر، که تو روزنامه اعتاد اون موقع من بودم اینا رو برشتم چاپ کردم به تجربه تو روزنامه و بعد 1350 به صورت کتاب آقای زوزنقه در آمد و همون موقع بعضی از اینا ترجمه شد به انگلیسی و اینا، آلمانی و جاهای دیگه. بعد یک سری مقالاتی من شب جمعه می نوشتم به نام یادداشت‌های بدون تاریخ، که در اینجا نمایشا که می رفتم، فیلم می دیدم، کنسرت می دیدم، کتاب می خواندم، با آدمای روبرو می شدم، اینا رو خیلی کوتاه برمی داشتم، تو روزنامه چاپ می کردم، در واقع گزارش هفتگی و جا پیدا کرد برای خودش و مورد توجه قرار گرفته بود. بخشی از طنزآمیز بود و اینا همون سال 57 چاپ شد به نام یادداشت‌های بدون تاریخ، که اون بخشای ماندگارش در واقع من از روزنامه درآوردم و تو سایت کتاب درآوردم. اون چیزی که مربوط به مسائل روزمره بود رها کردم. یه دفعه من میگم تو چرا تو رمان‌های خودت مثلا به طنز نمی‌ورزی؟ من گفتم نه، من دیگه از اینکه داستان طنزآمیز یا کلمات عبارات طنزآمیز بنویسم از این عبور کردم. من دوست دارم که طنز در ساختار رمان و داستان مطرح کنم، یعنی رمان که نوشته میشه با دیدگاه طنزآمیز مطرح بشه، به این معنا که در دیدگاه طنز با بینش طنزآمیز، چون طنز یه بینشه، یه نوع جهانبینیه، رسانه نیست. نقاشی رسانه است، شعر رسانه است، معماری رسانه است. این طنز تو همه اینا هست،
و من یه چیزی فوق رسانه هست، ولی در این حال یک نوع بینش و جهان نگریه. آدم ها یا عبوسن یا آدم هایی هستن شوخ و شنگ و دنیا رو آسان میگیرن. این بینشه. من یادم یه بار سخنرانی میکردم در کانادا، گفتم که طنز در همه رسانه های هنری هست. مثلا تو شعر هست که خب مشخصه، تو نمایش هست، نمایش های طنز هست، تو سینما هست، فقط تو معماری من فکر من باید باشه، ولی نمیدونم آیا هست یا نیست. آقای مهندسه اونجا تشریف دارن از دوستان ما، ایشان میتوانند به بنده بگن. بعد جلسه تمام شد مهندسه اون گفت که از قدرت به نکته خوب اشاره کردید، از قدرت تو معماری هم طنز کنه. خب چطوری ممکنه تو معماری باشه؟ گفت ببین، مساجد و کلیسا اینها جایی هستن که یک بنده مؤمن میخواد با خدای خودش صحبت کنه. این بعد در نهایت پاکیزگی و سادگی و صفا باشه. تو ببین چقدر هزینه توی کلیساها و تو مساجد، توی کلیسا هست، این قصر پادشاه، این که ضد اون صفا و پاکیزگی و چیزه. این طنزیست که تو این معماری به کار رفته، کاربرد معماری به کار رفته. به هر حال سیهون به من گفت که طنز در معماری به این صورت مطرح میشه و اهمیت داره. غرض من اینه که طنز یک بینش و نوعی نگرش عامه، و البته در ایران در کاربرد این لغت افراط میشه و به هر اثر فکاهی، مبتذل، بی‌ارزش، عوامانه، خنده‌دار و مضحک میگن طنز. اصلا اینجوری نیست. طنز تو کار کیارستمی مثلا ممکن دیده بشه، تو وقتی مثلا تو توپ مرواری آدم که میخونه توش طنز هست، حتی توی بوفکور که یک کار بسیار جدی است یه رگه‌هایی از طنز هست، برای اینکه نگاه هدایت نگاه شوخ چشمانه‌ای به جهان هست، به جهان و انسان. و حالا این هدایت جهان رو مثل هر طنزاندیش مهم دیگه ایرانی و جهانی نابجا میبینه، وارونه کار میبینه، پر از تناقض میبینه، شناور میبینه به جای ثابت ماندن، و خودخواهی ها و آز و طمع بشری توی روابطش واقعا مایه خنده است، و ترکیبی از یک دنیای فاجعه بار و خنده آور که در واقع گروتسک است، نشان دهنده اون چیزی است که من میخوام راجع به طنز بگم. و فروتر از این من طنز نمینامم. طنز هم یه چیزی بود که در دوره شاه شروع شد. در واقع روزنامه ها به فکاهیات ارزان میپرداختن، مثل توفیق و حاجی بابا و اینا، و بعدن گل آقا که بعدن ادامه اونا بود. ما برای اینکه بگیم اینا طنز نیست و اینا فکاهیات، مشتری خوشم داره، در حد خوشم خوبه، اما در واقع چیز مصرف روزانه داره. و طنز کار دهخداست توی چند پندهاش که به اساس مذهب، به اساس قدرت و سلطنت، به اساس اخلاق عقب مانده جماعت کشورهای توسعه نیافته، به سرمایه‌داری خونخوار، به اینا میپرزه و اونا رو میزنه. اصلا اینکه عروس و مادر شوهر چی گفتن، یا کارمند سر برج مثلا حقوقش کمه، یا اینا چیزایی که توی توفیق میکنن، اینا چیزای بدی نیست، اینا برای مردم، برای خوراک عامه لازمه. اما این بود که آدم مثل شاملو، مثل پرسلات و چند نفر دیگه کلمه طنز یه بار دیگه با این تعبیر مطرح کردن، یعنی در ریشه قدیمی نداره. اون چی که قدیم به این شکل از کار میگفتن هزل بوده. میگه هزل تعلیم است، اون را جد شنو، تو مشو بر ظاهر هزلش گرو. میگه هزل تعلیم، آگاهی، دانشه. تو فکر نکن که هزل منباب خنده و چیزه، مثل داستان خود مولوی که ظاهر داستان ها اروتیک و خنددار و شوخ چشمانه است، ولی پشتش یه دنیای بسیار عجیب
وجود داره. به هر حال من داستان‌های طنزآمیزی که نوشتم بعد از آقای زوزنقه از دهه 70 و 80 به بعد چند تا کتاب طنزآمیز نوشتم که اینا داستان‌های طنزآمیز مثل شب‌نگاره‌ها، روایت اور، جونم واسط بگه، بغل کردن دنیا، عین حب نبات، به قول مردم گفتنی، شوخی‌های بی‌مرز و این آخری هم که همین چندی پیش تمام کردم به نام روزگار خنده دار. اینا داستان‌های طنزآمیزی منه که البته اینا خیلی و همدیگه از لحاظ شیوه سخن گفتن، شیوه داستانگویی متفاوته. بعضیا باز هم دوباره برگشته به اون عبارات شوخیانه، بعضیا داستان‌های طنزآمیزه. یک کاری که من کردم که به نظر خودم مفید بود و شاید ابداعی بود این بود که مردم یه زبانی دارن که این زبانشان توی ضرب المثل ها و حرف های روزانشان تجلی پیدا میکنه. مردم با آدم های تحصیل کرده، عامه با آدم های تحصیل کرده توی سخن گفتن فرق میکنن، که خب اولین کسی که متوجه زبان مردم شد که چه دریای پهناوری است ده خدا بود که جمع‌آوری کرد. بعد آدم های مثل نجفی، مثل شاملو، مثل کسان دیگه این کتاب تو کتاب کوچه یا چیزی دیگه اینا رو، یا جمالزاده در درجه اول اینا رو جمع‌آوری کردن و این ادامه داره، این نهضت توجه به زبان مردم ادامه داره. من دقت کردم گفتم که تا حالا هر چی تو داستان ایرانی بوده وسط داستانی که نویسنده گفته و به زبان یه نویسنده سخن گفته یه ضرب المثل از مردم آورده. فکر کنم اگر ما این ضرب المثل پشت سر هم دیگه بذاریم و از یه داستان بسازیم، این یه چیز به زبان مردم خواهد بود، یعنی دیگه زبان نویسندگان نیست. وقت این زبان میتوانه به ما نشان بده که زبان مردم چه قدرتی داره، زبان نویسنده ها و هنرمندان چه قدرتی داره، و زبان مردم به مراتب نیرومندتر از زبان روشنفکران. چرا؟ به دلیل اینکه برای هر ضرب المثلی گاهی 200 سال 300 سال وقت صرف شده، همینجور این ضرب المثل کامل شده، تراشیده شده و به صورت الماس در آمده، تراش خورده. در حالی که نویسنده خب بیچی بزنش مثل میگه مثلا مردم به راحتی میگن تو تنور چوبی نمیشه نون پخت. این حرف چقدر عمیقه. اولا تنور، کسی که تنور چوبی میذاره آدم ابلهیه، بعد حالا ابلهتر از اینه که میخواد توی این تنور چوبی نون بپزه که عملی نیست. خب مثلا اینا رو من نگاه کردم و اینا رو جمع جور کردم، از توی اینا 10-15 تا داستان ساختم که کل داستان از ضرب المثل هست و زبان مردم هست و توی بخشش توی روایت اوره یا توی به قول مردم گفتنیه. مثلا تو بقول مردم گفتنی من براشم یه مدن ضرب المثلی که مردم ساختن یه مدن من سعی کنم به شیوه اونا بسازم. خب این خودش یک کاری بود که کمی تازه بود، ولی امکان نداره که هیچ نابغه نویسنده‌ای بتوانه مثل مردم این کار بکنه، به دلیل اینکه گاهی اینا یه سابقه هزار ساله داره و بیشتر. مثلا سر گاو تو خمره گیر کرده، اینه مثلا به قزوینیان نسبت بدن، در حالی که این از یه ضرب المثل عربی در 1300 سال پیش مثلا 500 سال پیش این بوده. بنابراین تو این 1500 سال پیش اینا فکر کردن که این چجوری بگن که روانتر و راحتتر باشه، مردم بتوانند بهتر بفهمن، و روش کار شده. این در آغاز سر گاو تو خمره گیر کرده نبوده. بعد میخواستم یه کتابی اصلا بنویسم تو این زمینه و بگم که چقدر زبان ما نویسندگان در مقایسه با زبان مردم نارساس و چقدر زبان اونا کامل، صریح، گستاخ و بیپرده است و چقدر ما محتاط و تو سری خورده و این قضایی ها مسائل رو مطرح میکنیم. مردم اصلا در بیان مطالب خودشون به هیچ وجه کوتاه نمیان. مثلا میگن که ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. خب خیلی حرف صریح و گنده‌ایه. کل تحصیل کرده ها رو در بر میگیره که بابا تحصیلات عالی خیلی خوبه، اما اونجا که مهمه فهمه، نه تحصیلات، نه علم. خب این
گاهی اصلا بسیار از ماها اشتباه میکنیم بین فهم و علم. معتقدیم هر کسی عالمه فهیم هم هست. اصلا اینجوری نیست. فهم ممکن در یک شخص بی سواد فهمی باشه که در یک آدم عالم نباشه. مثلا نمونهش ابوالحسن خرقانیه. ابوالحسن خرقانی آدمی بوده که دانش کتابی نداشته و این اون کتاب معروفشه که نقل نوشتاش نقل کردم میخوانه، دیوانه کننده است از زیبایی. البته من بخشیش نقل کردم. اون بهش گفتن که تو که سواد نداری آخه این از کجا یاد گرفتی؟ نمیدونن که این یک فهم غریزی درخشان برای درک هستی داره و روابط انسانی. اون گفته که دیگران دانش خود را از کتاب به کتاب منتقل می کنند و ما از دل به کاغذ منتقل می کنیم. که من اسم کتاب من گفتم از دل به کاغذ از این جمله خلقانی بود که این فهم یه امر فطریه و ساختار مغزی آدم ها مربوط میشه. ممکن اصلا سواد خواندن نوشتن نداشته باشه ولی فهیم، و خلاف بسیاری از تحصیل کرده ها که همون تحصیل اینا رو گول میزنه و اینها کنجکاو در فهم عالم کمتر خواهند بود. به هر حال من این داستان های چیزی که می نوشتم، داستان های به زبان مردم می نوشتم، یک نکته من بازش از ادابه این کار توی این ضرب المثل های مردمی، خیلی به زنها ظلم شده. چون ادبیات مردانه بوده زنها رو تحقیر کردن. بعد من فکر کردم که خب اگر من اینا رو می نویسم و این تحقیر نسبت به زنها توی اینا هست، این خودش ضد اون آزادی خواهی و دموکراسی است که هر نویسنده باید مراعات کنه، ناگزیر و نمیدونستم چه کاری بکنم، یعنی ناگزیر پیش می آمد دیگه. به هر حال تو همه اینا بود این که کار ادامه ندادم، وگرنه میشد یک شروع یه جریانی تو ادبیات باشه که ما بیایم این ضرب المثل که دارن از بین میرن یه جوری زنده بکنیم از طریق ادبیات. الان دیگه تقریبا تو ادبیات معاصر ما زیاد از اینا استفاده نمیشه. و یه چیز جالبی که خدمتتون میگم اینه که ضرب المثل ها و لطیفه هایی که مردم ساختن اساس کار نویسندگان و شعرهای بزرگ ما بوده، یعنی سنایی، مولوی، عطار، اینا که از خودشون چیزی نساختن، اینا رو مردم میگفتن و وان لطیفه و جوک و داستان و فلان حرفا، بعد اینا میابن شکل ادبی به این قضیه میدادن و اینه ماندگار میکنن تو نوشته های خودشان. بنابراین هنر بزرگ اینها ثبت شوخی هایی بوده که ساخته مردم بوده. اون چیزی که خود نویسندگان ساختن معلومه بیمزه است. اون کاری که مال مردم بوده خیلی قویه، به دلیل اینکه مردم رودرواسی ندارن در بیان مطلب. مردم عادی رودرواسی ندارن از طرح مسائل. وقتی یه حرفی این حرف را قبول نمی کنم، برو کش کده بساب. اصلا دیگه میگن که بهتر نیست که آیا شما از ادامه این بحث خودداری ببرم. میگه برو کش کده بساب، تمام میشه میره. ولی دیگه آدم تحصیل کرده یه جور دیگه میخواد میپیچنه قضیه رو که حالا طرف برش نیاد اینا. اون ترس زدگی که خاص، وحشت زدگی که خاص جوامع استبدادی است، توی ضرب المثل مردم نیست اصلا. من واقعا هم اعتقاد دارم که فرهنگ مردم، هنر مردمی که الان به غلط بهش میگن صنایع دستی. صنایع دستی یعنی چی؟ هنری است که مردم دارن، این کوزه رو میسازن، این جعبه رو میسازن و اینا حاصل هزار سال تجربه و دقت است. این منبت مردم میسازن، این مرصع میسازن، این مینار میسازن، اینا هنر مردمیه که متاسفانه قفلی که تو الشتر میسازن این یه از به قول تناولی از لحاظ ارزشی با بهترین مجسمه های مدرن دنیا برابری میکنه، هم از ساختار بیرونی هم از ساختار درونی. به چی دلیل مثلا ما زیر عنوان صنایع دستی اینه تبدیل به یک کالای درجه دو حساب میکنیم؟ این هنری است که مردم در مردمی که 1500 سال پیش، 2000 سال پیش فلزکاری های لرستان پدید آوردن، فلزکاری آذربایجان پدید آوردن که شاهکارهای هنر جهانی است،
خب اونا ادامه داشته تو این هنرهای مردمی دیگه، یه جایی هم قطع شده، یه جایی تغییر پیدا کرده. اما به این معنی که ما بیایم این زیر عنوان صنایع دستی شکل بازاری بهش بدیم، به نظر من این توهینه. و بعد حالا هنر مردمی، فرهنگ مردم، زبان مردم، اینها در به نظر من یه دریا هست. هنرهای هنرمندان، ادبیات نویسندگان، شعرا، اینا جزیره های خیلی زیبایی هستند وسط این دریا که در واقع از تمام از اونا استفاده کردن و شکل دادن به خودشان و اونا بیشتر به چشم بخوره. در دنیا شروع شده دوباره توجه به فرهنگ شفاهی و به فرهنگ مردمی و خب تو دانشگاه ها تدریس میشه و تو ایران از بین داره میره. و یه نکته نهایی هم راجع به این قضیه بگم که ضرب المثل تا دوره تا حوالی 1120 ادامه داشته، یعنی مردم تا حوالی 1118 دقیقا مردم در گفتگو با همدیگه از ضرب المثل به طرز فوق‌العاده‌ای استفاده میکنن برای دیگری بزنن کنار. مثلا وقتی یارو خیلی تون میرفت با یه ضرب المثل جوابش میدادن و قائل خط میشد، دعواها رو حتی میشد با یه ضرب المثل پایان داد یا درگیری ها رو. از 1118 که رادیو میاد، رادیو یک صدای مسلطی بود که مردم بیشتر گوش کردن و آرام آرام از سخن گفتن با همدیگه و سخن ورزی و زبان ورزی و رشد دادن حرفهای خودشان و دقیق سخن گفتن آرام آرام به شنونده های معقول تبدیل شدن. و ما عملا میبینیم که از 1120 به بعد دیگه ضرب المثل ما نداریم. روز زبان تغییرات اصطلاحات به وجود میاد، مثلا خفن و فلان و بهمان، اینا این اصطلاحات اصطلاح به وجود میاد، ولی ضرب المثل دیگه زیاد به وجود نیومده به دلیل اینکه رادیو و تلویزیون و الان موبایل اینا مردم به بیننده و شنونده تبدیل کرده، نه به عنوان فاعل شناسا و قول معروف که بیاد و خودش مطرح کنه، دنیای خودش مطرح کنه. و من دقیقا یادمه که در کودکی مثلا میدیدم که مردم چقدر از ضرب المثل استفاده میکنن تو خانواده ها، توی چیز. و حالا همه اینا به یه نحوی اون فرهنگ مردم از بین رفته. حتی دشنام هایی که توی یه جامعه هست این جزء فرهنگ مردمه، به معنی خوب یا بد قضیه نیست، به معنی اینه که وقتی یه نفر شما با ماشین رانندگی میکنه خیلی معقول و با ادبانه، یه نفر میپیچه جلوی شما، شما ناگزیر نمیدونید بگید به به مرسی، ناگزیر یه چیز دیگه میگید که اسمش دشنامه. و این دشنام امر طبیعیه اصلا، وقتی این رو برشن معناهای دیگه بهش دادن و ناگزیر بخشی از این قضیه ها، حالا هر کدام از این شاخه ها، یکیش صنایع دستی اسمش گذاشتن تحقیرش کردن، یکی گفتن این حرفای عوامانه است. یعنی چه حرفای عوامانه؟ مردم صاحب فرهنگن، صاحب مملکتن، صاحب همه چیزن، ماها جزء مردمیم، ما که رئیس مردم نیستیم که به مردم میگیم اینا عوامن. و برای این هنرمند اینطوری نیست که تو کنج خانه‌اش بشینه یه مش فرمایشات بفرمایه، نه، توی مردم بودن، از مردم میگرفتن، به مردم میدادن به شکل بهتری و بعد این تداوم پیدا میکرد، این فکر و رشد پیدا میکرده و این اون بدبستان واقعی بوده. از دوره مشروطیت به بعد دیگه یه شکل دیگه‌ای به وجود اومد تو جامعه ما که یه عده بشینن به عنوان روشنفکر بگن ما پرچمدار هستیم، ما رهبر هستیم، ما پیشوا هستیم، شماها پیرو هستید، شما مقلد هستید و اونا رو بخوان هدایت کنن. کی گفته روشنفکر هدایت کننده مردمه؟ روشنفکر کسی است از مردم که از درون مردم به مردم باید کمک کنه، وظیفه داره کمک کنه. در ایامی که بنده به همت دوستان خانه نشین و بیکار شدم و از اون فعالیت مفصل اجتماعی که قبلا داشتم، قبل از 57 داشتم، محروم ماندم، نشستم و شروع کردم به در تمام دوره انقلاب با اون تنش‌های وحشتناکی که وجود داشت و اینکه ماها آدم‌های مطرود و ملعونی بودیم و بایستی ما را از بین می‌بردن و
وظیفه اونا بود که ما رو از بین ببرن، ما با فهم این قضیه تو کنج خانه ها ما نشستیم و بعضی از ما شروع کردن به مطالعه ادب قدیم. حالا جوانایی کار دیگه کردن، جوان رفتن تاریخ خواندن که ما تاریخ بخونیم یا فلسفه بخونیم ببینیم که چه اتفاق افتاد که ما به این دگرگونی دچار شدیم. من به بد و خوبی قضیه کار ندارم، من میخوام بگم یه دگرگونی وحشتناک بود. حالا این زیر و زبر شدن اینا گفتن شاید ما تاریخ خوب نفهمیده بودیم گذشته که بتوانیم درک کنیم قضیه رو. اینکه خب جوانان این کارو کردن، ما برگشتیم، من تقریبا برگشتم. خب در دوران جوانی من متن‌های قدیمی زیاد خوانده بودم، مثلا وقتی من تا دیپلم بگیرم تقریبا اون چه دیوان شعر بود خوانده بودم. بعد مثلا در 15 سال دیگه مثلا من شاهنامه رو خوانده بودم، ولی فکر کردم که بیام دوباره اینا رو بخونم با دقت بیشتر. خب وقتم داشتیم، تو خانه نشسته بودیم، هیچ کاری هم داشتیم، برای من دست کم این چیز بود. یه مختصر پسندازی هم داشتیم که اونه میشه مثلا باش 6 بار زندگی کرد. ما با این گول این پسنداز خوردیم، نشستیم فقط خواندیم بعد نوشتیم. بعد گفتم من بعد به عنوان یه آدم حرفه‌ای کار کنم، نه به عنوان یه آدمی که تفننی به یه قضیه بده. بعد روزی مثلا 8 ساعت یا 10 ساعت کار ادبی بکنم، نوشتاری و خواندنی. و یکی از برنامه‌های بود که اوقاتی که نمی‌نوشتم، رمان نمی‌نوشتم یا شعر نمی‌نوشتم، متن‌ها رو می‌خواندم و تمام متن‌ها رو. و خب کتابخانه من طوری است که تقریبا خیلی متنوع. من چون در جوانی مثلا به مذهب علاقه‌مند بودم، تا 20 سالگی که حالا مثلا آداب مذهبی هم به جا می آوردم، از 20 سالگی بعد من تهران اخلاق فاسد شد این حرفا و عرفی شدم، ولی زیر تاثیر کامو و سارتونم کافکا و این حرفا و اون جریانات اجتماعی اون دوره، ولی علاقه‌ام به دانستن خدا و دین و مذهب کم نشد. شروع کردم به مطالعه اینا، یعنی قرآنی که خب قبلا خوانده بودم، هم خود متن به عربی خوانده بودم هم به فارسی می‌دونستم چیه، عربی هم خب به حد کافی بلد بودم که بتوانم قرآن در متن عربیش بفهمم. بعد شروع کردم انجیل خواندم، تورات خواندم، اوپانیشادا خواندم، اون چه کتابی که راجع به خدا و ماورا و طبیعه بود این حرفا خواندم. الانم که شما تو کتاب‌های من نگاه کنید، مثلا بیش از 10 نوع تفسیر قرآن هست که مثلا تفسیر سورابادی، تفسیر کمبریج، تفسیرهای مختلف میبودی اینا هست. علتش همین است که اینا رو نه فقط البته اول به خاطر اینکه ببینم مذهب چی داره میگه و دین چی داره میگه، ولی بعدها یه بهره برداری دیگه کردم برای اینکه این تفسیرهای قرآن اینا چون سعی کردن کلام خدا رو به عالی ترین بیان ترجمه کنن، اوج فصاحت زبان فارسیه و شما درخشان ترین بیان تو مثلا تفسیر سورابادی میبینید، تو میمودی میبینید، یا توی تفسیر خواجه عبدالله انصاری میبینید. اینا اونقدر از لحاظ فارسی زیبا هستن که حالا مضمون یه مسئله دیگه است، خود فرم برای من مهم بود که هنوزم که هست. من مثلا هر بار تفسیر سورابادی میخونم اصلا دچار حیرت میشم از این قدرت بیانی و این زیبایی بیان و زبان. حالا به هر حال این مطالعات دینی رو انقدر ادامه دادم که به این نتیجه رسیدم که حالا آدم میتواند به خدا معتقد باشه یا میتواند به خدا معتقد نباشه، این بستگی به خود شخص داره. و مشکل اساسی یه جای دیگه است، مشکل اساسی اعتقاد داشتن به این قضیه نیست. آزادن افراد، یک اکثریت عظیمی در دنیا به خدا معتقدن، یه اقلیت مطرودی هم هستن که معتقد نیستن. حالا به هر حال من بهره برداری فراوانی کردم از متن‌های مذهبی که هم با یه نوع افسانه‌های آفرینش در اونجا رو شدم. بعدها دیگه اصلا این ادامه دادم، اساطیر کشورهای دیگر خواندم که ببینم اونا چطوری نگاه کردن به آفرینش و هستی و قضایی از این قبیل، که خودم یه شاخه بوده که مطالعه کردم. برای تاریخ طنز ادبی که فرمودید، من اینا رو متن قدیمی رو دوباره خواندم و هر جا که به یک شوخی رسیدم اونا رو یادداشت کردم. و وقتی این منابع یادداشت کردم، فکر کردم که خب مثلا شوخیایی که عبید کرده
در چه دوره‌ای کرده، یا شوخی‌هایی که حافظ یا طنزی که حافظ به کار برده در چه دوره‌ای. مثلا حافظ در دوره امیر مبارزدی بوده که وسط دو نماز گردن آدم مخالفینش رو می‌زده، ثوابش در این بوده. خب این در این دوره امیر مبارزدین که این به اسم دین حکومت کرده، این شوخی‌ها چجوری به وجود اومده، چطوری مردم واکنش نشان دادن. بنابراین شوخی ها رو نه فقط به عنوان نقد شوخی از کتاب ها، بلکه هر شوخی در دوره های مختلف برسگاه. وقتی به عطار میرسم نگم عطار این مطالب شوخی آمیزی گفته، بگم مغول ها آمدن شهرها رو ویران کردن، مردم کشتن، عطار در یک دنیای جنون زده طرح مسئله کرده. بنابراین سعی کردم شوخی های ایرانی رو از قدیمی ترین زمان، یعنی از زمان اولین شوخی که پیدا کردم مال کوروش بود، مال 2500 سال پیش بود که کوروش با اطرافیانش شوخی هایی میکنه که اینا خوشبختانه توی کتاب هرودوت و گزنفون اینا نقل شده. من بعد از کوروش شوخی های دوره ساسانی رو پیدا کردم. بعض از تو متنای عربی هست، تو کتاب های عربی هست، یعنی ترجمه شده به عربی یا اصلا به عربی این کتاب رو نوشتن راجع به اون دوره. قصد من این بود که من از زمان کوروش همینجور بیام تا زمان مشروطیت، بعد از مشروطیت یه دگرگونی و یک تحول عجیبی توی شرایط اجتماعی با میفته، اونم اگر عمری باقی باشه بذارم اونم بنویسم تا زمان حاضر. اما در حدود 30 سال من به این کار همجور آرام آرام پرداختم و بخواستم به یک تعبیر ایرانی از طنز و شوخی برسم. و اینکه خب به هر حال در هر دوره واکنش مردم در برابر قدرت حکومت چجوری بوده، چون به هر حال وقتی که نمیشه صریحا شما چیزی بیان بکنید به طور شفاهی، آدما دقدلی خودشون رو مطرح میکنن و خیلی هم اهمیت داره. و تقریبا تمام این آدم های طنزاندیش حرف های مردم برشن یه جوری شکل ادبی بهش دادن. اما وقتی که این تا زمان حافظ رسیدم، ناشر گفت که من نمیتوانم این رو چاپ کنم، این اصلا یه مدارش که فسخ و فجور هست، یه مدارش که مثل عبید زاکانی ها، یه مدارش هم ضد خدا و پیغمبری. اینا گفت خب اینا مال مردم دیگه، من که از خودم در نمیارم، اینا چه تاریخ ماست. گفتم من نمیدونم چاپ بکنم. بعدم من فکرم خب چی که نمیشه چاپ کرد دیگه، تقریبا یادداشتامو کرده بودم ولی اون چی که نوشتم تا زمان حافظ نوشتم، یعنی حافظ تمام کردم. بعد دیگه از حافظ به بعد یه دوره فطرت طولانی هست که اثر مهم طنزی پدید نمیاد تا دوره مشروطیت. حالا مثلا جامی یه مقدار داره یا کسان دیگه دارن، دوره صفویه چی داره، ولی بعض از کارهای جدی هست در دوره صفویه که اونا کار الان ما به عنوان کار طنزآمیز دیگه میگم. مثلا رستم و تواریخ یه کتابی است که اون خودش جدی دیده قضایی رو، ولی الان ما میخوانیم از خنده رو دبر بشیم که مزخرفات چیه. ولی مثلا یه کتاب هم هست مثل جمال خونسالی که کتاب کلسوم ننه نوشته، خب یه مشتهدی بوده این نوشته، چقدر مسئله بقای اشتباهی اصل خودش دست انداخته. و به هر حال من محروم ماندم از ادامه این کار. و حال یادداشتاش هست، حتی دوره مشروطیت مثلا راجب هدایت، راجب ده خدا اینا یادداشتاش هست. و ولی اینکه حالا دیگه بتوانم در این سالهای پایانی عمر بتوانم دوباره با همون شور و شوق میانسالی کار ادامه بدم، کار تحقیقی رو، کار طاقت فرسایی است. برای اینکه طرح این مسائل خیلی با احتیاط باید باشه. مثلا تو اون کتاب تاریخ طنز من یه مسائل تفکر و منع تفکر مثلا مطرح کردم، برای اینکه ربطی به طنز پیدا میکنه. یعنی معتزله چطوری مسائل فلسفی از خودشون مطرح میکردن، البته با توجه به خرد وحیانی، ولی اشاعره مثلا ضد عقل گرایی بودن. خب اینا توی این طنزها یه جوری دیده میشه ولی چیزه پنهانه. این یه هزار صفحه نوشتم و این هزار صفحه خوشبختانه چاپ شد و زیادم دستکاری نشد، یعنی
خیلی عجیب بود برای من که توانست به قول چیز مردم قصر در بره و کتاب سالم بمونه. شاید هم به خاطر اینکه واقعا من سعی کردم کاملا بی‌طرفانه به نقل یک واقعیت تاریخی بپردازم، به هیچ وجه از خودم هیچ چیز اضافه کم نکرده بودم، ولی آرزو داشتم که دست کم یه تا دوره مشروطیت بیاوردم، برای که از مشروطیت به بعد خیلی کار کردم، ولی خوشحالم که بخش اعظم، خب الان دیگه کسی حدیقه صنایع نمیخونه یا کل آثار عطار بخونه یا تحلیل بده به کار نسبت به کار مولوی، تنزاش حال تو کار دیگه اش که تحلیل فراوانه. این ماجرای تاریخ طنز ادبی بود و در دو تا کار تو این 30 سال انجام دادم من، یکی تاریخ طنز ادبی بود، یکی 90 سال نوآوری، که 90 سال نوآوری نقاشی بود که قبلا راجعش صحبت کردیم. قبل از مشروطیت طنز ادبی وجود داره و طنز مردمی، به این معنا که یه مشت لطیفه هست که مردم میسازن زیر فشار قدرت‌های حاکم، اینا واکنش نشان میدن با جوک‌ها و لطیفه‌هایی که می‌سازن که منبع بسیار گسترده‌ای است و خوشبختانه همینجور بخشش مانده. یکی هم طنز ادبی است که اهل حرفه اینا رو نوشتن، مکتوب شده. در دوره مشروطیت یک شاخه جدیدی به وجود میاد، یعنی طنز مطبوعاتی به وجود میاد، چون روزنامه‌ها پدید میان و روزنامه به عنوان یک رسانه عمومی مطرح است، از طنز و کاریکاتور درش استفاده میشه برای جذابیت بیشتر. و خب آغاز کننده این قضیه هم ده خداست که با نوشتن چند پنداش در واقع به قول اون موقع لرزه میانداخت در ارکان حکومت به عنوان واقعیت اجتماعی. ده خدا با احاطه‌ای که بر ادب قدیم داشت و با بینایی درخشانش نسبت به وضعیت موجود و با مطالعاتی که در غرب داشت، با یک نگاهی از بالا تمام این قضایا رو دقیق و درست میدید و این هنرش این بود که اینه به زبان مردم و ساده بگه. خود زبان خود ده خدا یه زبان دشواریه، توی مقالات جدیش یه زبان دشوار ادبی سنگینه و پر از لغات مهجور است و قدیمی، اما این زبان مثل سیل روان و جاری است و تأثیر گذار. این دو نوع زبان مثلا من توی مقاله مفصل مطرح کردم که تعجب آوره که چگونه می‌کردم یه زبان دیگه در کنار زبان اصلی کار خودش به این دقت مطرح بکنه. بعد از ده خدا خب یه عده دیگه اومدن، البته مثلا حتی قبل از ده خدا اینا کسانی بودن مثل یغمای جندقی، مثلا اینا با اساس پاری از چیزهای خرافی و ناخوشایند زمان خودشان درگیر بودن و به زبان طنز و هجو حتی روبرو شدن با این مسائل اجتماعی. اما ده خدا یه تو مطبوعات پایه گذاشت که متاسفانه این مرتب این آب رفت، این طنز مطبوعاتی، و ضعیف شد. دلیلش این است که دولت‌ها اجازه نمی‌دادن که آزادانه این مطبوعات به این قضیه بپردازن. اون اولی کمی آزاد بود اینا میگفتن و بعد دیگه اینا رو گرفتن و یه مدلی کتک می‌زدن و زجر و حبس و اینا مثل فرخ یزدی و کسانی از این قبیل. بعد دیدن نه، این که روش درستی نیست، شروع کردن به تطمیع اینا، خریدن اینا رو. یعنی در واقع وقتی که آدم میخرن خیلی بدتر از اینکه آدم بیرسن زندان. و اینا رو خریدن، اینا هم دیگه به دست آموز قدرت شدن و حالا خیلی هاشون الان ادعا میکنن که نخیر ما مستقل بودیم، خیلی هم مبارز بودیم اینا، ولی خب یه دم خروسی از جیبشان پیداست و اینا معلومه که به ادعا که نیست این قضیه. و حالا روزنامه‌های بابا شمل بود، چلنگر بود، بعد توفیق بود، حاجی بابا بود و روزنامه از این قبیل که منتشر میشن، اینها طنز مطبوعاتی آوردن در پایین ترین سطحی که
مثلا به فلان وکیل ایراد میگرفتن، به فلان وزیر، ولی مثلا به سلطنت ایراد نمیگرفتن، به ساخت خانواده کاری نداشتن، به ساختار غلطهای اقتصادی و اجتماعی کاری نداشتن. حتی یه چیزی مثل گل آقا که حتی دیگه تا حدی هم دولتی بود، اونم تحمل نکردن و توقف شد و الان هم دیگه در کنارش کاریکاتور همینطور روش کرد. مثلا آدم هایی مثل اردشیر محسس یا کامیز درنبخش اینا درخشان بودن توی کاریکاتور و آدم های دیگه مثلا آدم مثل رادپور بود، بی نظیر بود کاراش و خیلی های دیگه، ولی اینا در دراز مدت یعنی بقیه افتن دیگه مش فکاهیات ارزان و آسان. متاسفانه وقتی که آزادی بیان نباشه و روزنامه ها از طنز درخشان مطبوعاتی نتوانن استفاده بکنن، ناگزیر شوخی های شفاهی رواج پیدا میکنه که مثلا آقای ابراهیم نووی اینا رو برشه جمع‌آوری کرده، شوخی هایی که مثلا قبل از انقلاب بوده و شوخی هایی که بعد از انقلاب بوده، دو تا کتاب مفصل به نام عهد قدیم و عهد جدید برشه جمع کرده. حالا کسا نگم این کار احتمالا میکنن. شوخی های مردم بسیار تنده و دقیقه و گاهی هم از سر درد، اما یک نکته هست، اگر حاکمیت اجازه بده که به ملیت توهین بشه، به وطن توهین بشه، به فرهنگ توهین بشه، به روشنفکران توهین بشه، مخاطبان جرأت پیدا میکنن و بعضی مدتی به خود اونا هم پیله میکنن. این اون چیزی که اینا فکر نمیکنن. انتقاد میشه کرد یا بررسی میشه کرد، حتی یک آدم مقدسه در راجع مسیح هم این کارو میکنن، اما دیگه این چیزهای موهنی که توی شوخی های روزمره امروز ما میشنویم اینا وحشتناکه. کسی حق نداره به دین توهین بکنه. تو میتونه به حکومت دینی معترض باشی، اما دین یه امری است که مردم بهش معتقدن. تو به باورهای یک اکثریت که نمیتونی توهین بکنی، حق نداری توهین کنی. تو میگی آقا من دیندار نیستم، بله من یه آدم عرفی هستم، من یه آدم سکولار هستم، حق توه. اما اگر فشار بیارن که تو حتما باید دیندار باشی، وقت تو یه در برابر این فشار یه واکنش غلطی نشان میدی. من در واقع اینا رو خیلی هاش نمیپسندم. بعضی از شوخی هایی که مردم میکنن درجه یکه و اصلا به هیچ وجه هیچ نویسنده عقلش نمیرسه که به این زیبایی لطیفه بسازه. بعد بعضی از شوخی ها اونقدر چند لایه هست، ولی متاسفانه در کشورهای دیگه این رسم هست که آزادانه از مسئولان انتقاد صریح مستدل میکنن. بارها دیده شده که تو مطبوعات مثلا عروسه که تهران بمیسازن بادکنکی و فلانی حرفا و بدترین چیزا بینا میگن. وقتی آزاد باشه دیگه مردم شروع نمیکنن به حمله به مقدسات، حمله به خانواده آدم ها حمله کنن. ممکنه من با یه آدم سیاسی مخالف باشم، ولی زن بچه اون چه تقصیر دارن؟ این خیلی کثیفه که تو به زن بچه یه آدمی. و همیشه ما باید این قضیه در نظر داشته باشیم که متولی امامزاده باید احترام امامزاده خودش حفظ کنه، بعدا دیگران حفظ میکنن. این که اونم خب یه ضرب مسئله خیلی دقیقه. این از اونجا شروع شد. اولین بار که من اصلا به این قضیه توجه کردم که مثلا میگفتن مولوی ایرانیه یا ایرانی نیست، مثلا ما بودیم مولوی مال ماست، افغان ها میگفتن مال ماست، ترک ها میگفتن مال ماست، یه عده هم در ازبکستان مثلا بد نبود خوشم نمید که من مال ما بوده، چون مثلا به یونانی هم آخه یه چیزایی مولوی گفته، یونانی هم میتوانند حرفای بزنن. من به ایران شهر توجه دارم، یعنی فرهنگ ایرانی در یک منطقه بسیار وسیعی که یه وقتی امپراتوری ایران بوده پخش شده. بنابراین مولوی هم مال ما هست هم مال ما نیست، ولی مال فرهنگ ایران شهره. یعنی بلخ که از بلخ بلند شده اومده از ایران عبور کرده رفته قونیه و اونجا مرده، هم متعلق به افغاناست، چون افغانا همون موقع جزء اون امپراتوری بودن، هم متعلق به ما، ما هم جزء اون بودیم، هم ترکا حق دارن به دلیل اینکه بابای توریستی دارن ازش پول در میرن. مثلا توی فرهنگ ایران شهر یکی از جاهایی که خیلی زیر تاثیر فرهنگ ایران شهر هست خود دولت عثمانیه. پادشاهش فارسی شعر گفتن فلان،
مقادیر زیادی کتاب‌های فارسی اصلا اونجا هست و اصلا آداب و رسوم ایرانی مطرح بوده، بدبستان بوده بین فرهنگا دیگه. مشکلی کار اینجا پیدا میشه که من بگم ایران جغرافیایی فعلی صاحب مولویه، نه، مولوی معتقد به فرهنگ ایران شهر هست که اون موقع اینها با همدیگه یک امپراتوری بودن و ما جزی اون از امپراتوری هستیم، نه کل یعنی جانشین اون امپراتوری. یه وقت هست که ما یه وطنبرستی قلوبامی زرخومن پیدا بشه، میگه که ابن سینا مال ما بوده. خب ابن سینا معلومه که مال ما نبوده، بزرگ مال یه جاییست که الان تو افغانستان، یا مثلا رودکی مال سمرقنده. شعرهایی که مال ایران جغرافی فعلی هستن سعدی هست، حافظ، فردوسی، اسدی طوسی و صاحب تبریزیه و چند تا یعنی آدمای مشخصی هستن. و مثلا ناصر خرسی قبادیان خب مال حوالی بلخه دیگه. خواجه عبدالله انصاری که زیباترین متنای فارسی نوشته مال هراته. یه مدارشون تو ازبکستان، یه عده تو سمرقند و بخارا هستن، یه مدار توی تاجیکستان هستن. بنابراین این در واقع مبالغه های شوونیستی که در بعضی از کشورها رواج داره، اینا غلطه که یک هنرمند متعلق به خودش بدن. اولا هنرمند متعلق به بشریت، اما از لحاظ فرهنگی میشه جز اون حوزه باشه. و بنابراین اگر من هر جا از فرهنگ ایرانی سخن میگم، فرهنگ ایران شهر است، نه فرهنگ جغرافیای فعلی ما.